یک دو سه بریم. خب ما چند وقتیه که میخوایم یک سری مطالب رو با شما در میون بذاریم در قالب ویدیو و یه سری صداها و یه سری متنها، ولی همش منتظر بودیم که یه سری اتفاقات بیفته. بعد مثلا اینکه اول سر لوگومون به توافق برسیم، تجهیزاتمون رو تکمیل کنیم، یه جوری شاید ایدئال گرایی، ولی هی که داریم میریم جلو میبینیم نمیشه اینجوری، ما حالا حالاها نمیتونیم شروع کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم شیرجه بزنیم و شروع کنیم و شروع شد و این شروع ماجراست. سلام. اصلا نمیدونم که این ویدیو چی عذاب در بیاد و حتی نمیدونم که ببینید هرگز این ویدیو رو یا نه، به خاطر اینکه این الان اولین تست و اولین در حقیقت فیلم برداری ماه برای خاطر شروع کردن مجموعه ویدیوهایی که تو سرمون داریم و یک عالم نقشه براشته. توی این اولین ویدیو میخوام یه مقدار اول بگم اصلا ماجرا چیه و قراره در مورد چیا با هم حرف بزنیم. شما ممکنه این ویدیو رو از تو یوتیوب ببینید، ممکنه از تو سایت ببینید، ممکنه مثلا از یک جای دیگه ای ببینید، نمیدونم. من پریسا باجلان یه چند ماه دیگه میشه 30 سالم. خیلی ساله که عکاسی میکنم، عکاسی از آسمان شب مخصوصا. حالا بعد از یه عالمه تجربه ریز و درشت توی یه سری زمینه ها، مثل نوشتن، مثل فیلم برداری کردن، مثل تدوین کردن، مثل عکاسی کردن و از همه مهمتر اکوتوریسم، گردشگری، طبیعتگردی و اینکه خب من اول از همه منجم آماتور بودم بعد شدم عکاس، همه اینا قراره یک آشی بسازه که ما توش صحبت کنیم از چیزهایی که خیلی برام مهمه. اگه میگم ما، برای اینکه من تنها نیستم، حالا حتما با کسای دیگه که داریم با هم همکاری میکنیم مفصل‌تر آشنا خواهیم شد که الان اینجا تشریف دارم و خندم گرفت. خب بریم اول اصلا از اینجا شروع کنیم که قراره که توی این ویدیوها که این قسمت اولشه ما چی ببینیم. ما میخوایم محتوا. محتوا یعنی چی؟ محتوا میتونه فیلم باشه، عکس باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نوشته باشه. بدتر شد نه، همینجوری هی دارم چیزایی که قرار ببینید و به جای اینکه بهش خط بدم و مشخص کنم چی قرار ببینید، هی دارم بزرگترش میکنم، خرابتر شد. میدونم علاقه اصلی ما اکوتوریسم، آسمان شب، گذشته و فرهنگ و اصالت و هویت و هر چیزی که به اون مربوطه و خب مهارتمون هم تصویر برداری، عکاسی، فیلم برداری، یه کوچولو هم از صدا میدونیم که داریم اونو هی تقویتش میکنیم، داریم سعی میکنیم که پادکستم را بندازیم بر خودمون، یه دستی هم داریم بر قلم و در مجموع با این علاقه مندیامون و با این مهارتامون، با همه اینا کنار هم میخوایم یه سری ویدیو درست کنیم که توی اون ویدیو دلمون میخواد همون تجربیات نابی که ما داشتیم توی برخورد با طبیعت، توی برخورد با آدمای بکر، توی برخورد با میراثمون، همونها رو بتونیم منتقل کنیم. برای اینکه ما بعد از برخورد با اینها و برقرار شدن یک پیوند قلبی بین ما یعنی من و امثال من و این چیزهایی که بهش میگیم میراث، طبیعت بخشی از میراث ماست، تاریخ و فرهنگ بخشی از میراث ماست، وقتی که ما با میراثمون بیشتر و بیشتر آشنا شدیم و باهاش تعامل بیشتری داشتیم و یک ارتباط قلبی عمیق‌تری باهاش برقرار کردیم، عمیقا نسبت بهش احساس مسئولیت کردیم و دلمون میخواد که این احساس مسئولیت رو منتقلش بکنیم، چون ایمان دارم که اگر آدم‌های بیشتری این احساس مسئولیت رو نسبت به میراثشون پیدا بکنن، کلاً کره زمین جای بهتری میشه، نه فقط شهرمون، نه فقط کشورمون، که کره زمین جای بهتری میشه اگر حواسمون به چیزهای با ارزشی که داریم باشه و ما میخوایم اینجا در مورد اون چیزهای با ارزش صحبت بکنیم. حالا در کنار صحبت کردن در مورد چیزهای با ارزشی که داریم، میخوایم یه چیزایی هم با هم یاد بگیریم. البته تو همون ماجرا کلی ما داستان نهفته است برای یاد گرفتن.
ولی مسائل فنی. میخوایم با هم در مورد عکاسی و فیلم برداری و یعنی این مهارت‌هایی هم که جمع شدن کنار هم و ما با اینها میخوایم حالا یک سری احساس رو به شما منتقل کنیم، در مورد اونا هم میخوایم حرف بزنیم که اون فیلم‌های آموزشی در قالب مهارت‌هایی که ما کسب کردیم که بتونیم به وسیله اونها ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم و اون ارتباط رو به شما منتقل کنیم، میخوایم توی مجموعه ویدیوهای آموزشی با شما در مورد اونها صحبت بکنیم. میخوایم یه سری ویدیو بسازیم که توی این ویدیوها ممکنه با هم کوله بستن رو یاد بگیریم، ممکنه با هم فتوشاپ یاد بگیریم، ممکنه با هم تدوین یاد بگیریم، ممکنه از صدا چیز یاد بگیریم، نورپردازی بدونیم، ممکنه در مورد اکوتوریسم هم صحبت بکنیم، ممکنه در مورد این صحبت بکنیم که چطور سفر بریم که کمترین آسیب به فرهنگ و طبیعت اون منطقه بزنیم، ممکنه با هم در مورد آسمون و ستاره ها صحبت کنیم، از نجوم بگیم. و حالا چرا اینقدر مبحث گسترده است؟ برای اینکه دغدغه هایی که ما داریم خیلی دغدغه های میان رشته ای است و برای گفتن از دغدغه هامون از یک سری ابزار داریم استفاده میکنیم، ابزار تصویر، صدا، نوشتن. و خب داریم مدام مهارتمون رو توی نوشتن، توی تصویر برداری، عکاسی، داریم روز به روز مهارتمون رو توی این زمینه ها تقویت میکنیم که بیای با این مهارت ها در مورد دغدغه هامون حرف بزنیم، همون دغدغه هایی که با هم شمردیمشون. حالا میخوایم در کنار این که از این مهارت ها استفاده میکنیم که دغدغه هامون رو بهتون بگیم، این مهارت ها رو هم آموزش بدیم. و برای همین اینجاییم. امیدوارم که بتونیم یک عالمه چیز از هم یاد بگیریم. من معتقدم که همیشه وقتی در جایگاهی میشینی که داری یک چیزی یاد میگیری، تو هم یک عالمه چیز از مخاطبا یاد میگیری. و این بارها و بارها برای من توی کارگاهایی که این ور داشتم یا کلاس ها و خیلی جاهای دیگه اتفاق افتاده که یه وقتایی یه سوالایی آدم ها میپرسن، اونی که مخاطب حرفای توه، که خودمون باعث میشه که یک در جدیدی از پژوهش و تحقیق و خوندن و یاد گرفتن بری تو باز بشه. یه وقتایی یک ریاکشن های، یک نظرهایی، یک انتقادهایی که واقعا خود آدم هم یاد میگیره. پس وقتی ما اینجا نشستیم که یک چیزی رو یاد بدیم، خیالتون راحت بشه. من اونقدر زیرک هستم که حواسم هست خودم هم قراره یه عالم چیزی یاد بگیرم. خب متاسفانه یه سری جنگولک بازی هم باید در بیاریم. یه سری کارهایی که همه یوتیوبرها میکنن بکنیم. و من باید یک عالمه الان جمله تکراری بگم که قبلا شنیدید. ما رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره، کامنت بذارید. ولی از اینا گذشته، نمیدونم چقدر با الگوریتم های یوتیوب آشنایی دارید، ولی ما برای اینکه دیده بشیم و بتونیم بیشتر و بیشتر و بیشتر در مورد دغدغه هامون صحبت بکنیم، به کمک شماها احتیاج داریم. همین کافیه به نظرم. بریم ببینیم چی میشه.